یک هفته پس از پخش اعلامیه از سوی سفیر پیشین افغانستان در دهلی نو درباره بسته شدن سفارت افغانستان در هند، اکنون جنرال کنسول افغانستان در حیدرآباد از سرگیری دوباره خدمات کنسولی در هند خبر می‌دهد. سید محمد ابراهیم خیل می‌گوید که او و زکیه وردک، جنرال کنسول افغانستان در ممبئی، بنا به درخواست حکومت هند، مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی را به عهده گرفتند. بعد از اینکه ما به وزارت خارجه خود را رساندیم، اینا گفتند چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردند که در پدوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید. همزمان با این، امارت اسلامی میگوید که درباره حل چالش ها در سفارت افغانستان در هند نیز پیشرفت های صورت گرفته است. ولی وضعیت سیاسی دال را ایجاب نمی کنند که فقط گامای عملی برداشته شد و بعد اینچانا خودی مواد کنند از طریق وزارت خارجه اعلام می شد. شماری از دیپلماتان پیشین نیز از سرگیری فعالیت دوباره خدمات کنسولی در هند را از بهر حل چالش های شهروندان کشور در هند سودمند می دانند. یک رابط ایجاد شد که از قضایای منطقه و قضای افغانستان هندوستان دور نباشد و این به نفع افغانستان هم است و به نفع مهاجرین افغانستان، تاجران افغانستان، مسلمان افغانستان است. هندی ها تلاش می کنند حضور امنیتی خود همچنان در افغانستان ادامه بدهند و تعامل با طالبان توسعه ببخشند. پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه از بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی نو خبر داده و گفته بود که کنسولگری های امارت اسلامی در شهرهای ممبئی و حیدرآباد فعالند و خدمات کنسولی را به مهاجران افغان ارائه می کنند.